با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز برنامه گفتگوی سیاسی هفته با ابراهیم آوخ هستیم. درود بر تو ابراهیم جان. درود بر شما علی عزیز و همچنین درود میفرستم به بینندگان گرامی تلویزیون. در این فاصله گفتگوهای ما رئیسی، رئیس جمهور حکومت اسلامی، وزیر خارجه و امام جمعه تبریز و برخی از مقامات به یک باره غیب شدند و گرفتار عجل تاریخی شدند که مردم ایران عجل مرگ میگن. بسیارانی از خانواده های دادخواه و قربانیان شیرینی پخش کردند و هلهله شادی بسیارانی رو شنیدیم. در این حال سناریوهای مرگ رئیسی و چگونگی او و حفره‌ای که در پهنه جغرافیای سیاسی حکومت اسلامی ایجاد کرد برای بسیارانی محل بسیاری از گفتگوها و تئوری پردازی های توطئه شد. تئوری های مختلفی که اساسا در میان مردمان ایران بسیار و مردمانی که در زیر دیکتاتوری های سیاسی و خصوصا فاشیستی زندگی میکنن بسیاره. سناریوهای مرگ توسط سرویس اطلاعاتی اسرائیل، سانحه و تصادفی اینگونه یا هست توسط مشتبه و بیتش، همه و همه در میانه این سناریوها مطرح بود. اما آنچه بسیار در مقابل ماست آن است که آیت الله قاتل، آیت الله اعدام محو شد و علارغم سر و صدا به عنوان سید و شهدا و کسی که علارغم نادانیهاش روابط ویژه‌ای با حضرت علی و امام زمان و اینها داشت، به گونه ای پایان زندگی سیاسیش بسته شد. بسیار غیر مترقبه بود برای بسیاران ما، برای ماهایی که میخواستیم او به عنوان یکی از عوامل قتلهای سیاسی در دهه 60 و در همه این 45 سال در مقابل دادگاه مردمی قرار بگیره. میخواستیم این گونه باشه، اما دست تقدیر به گونه دیگری رقم خورد. اما آن چیز که جلوی ماست انتخاباتی است در مقابل، بعد از دو انتخابات مجالس به اصطلاح خبرگان و مجلس اسلامی و جوانگرایی حکومتی از 97 ساله به 94 ساله و جانشینی جنتی، ما شاهد تثبیت و ابقاء قالیباف در مجلسیم و از امروز هم که کاندیداهای ریاست جمهوری خودشون رو دارن در به اصطلاح ثبت نام میکنن، از جلیلی تا سعید جلیلی نمایندگانی به قول معروف رفتن تا کسان دیگری که تا حد زیادی مثل مصطفی کوکبیان و محمد رضا صباغیان نماینده مهریز، چندین نفر رفتن اسم نوشتن و تا حدی میخوان فضای به اصطلاح گرمی بعد از مرگ حکومت آقای رئیسی سامان بدن. چگونه میبینید این فضا و این تصویر کنونی رو؟ بله، همطور که به درستی اشاره کردید، آن چیزی که همه دادخواهان میخوان و میخواستند این بود که به هر حال امثال رئیسی در یک دادگاه مردمی محاکمه بشه. ولی خب همیشه آن چیزی که آدم میخواد به هر حال مجموع شرایط شد جور نشه، کما اینکه در رابطه با همین رئیسی این مسئله پیش اومد. اما همین که به هر حال نفی شد یک به قول شما آیت الله قاتل، یعنی به قول همه ما آیت الله قاتل از میون این جماعت قاتلین رفت، خب بازم مردم ما شادی کردن، مردم ما به قول معروف
شیرنی پخش کردن و نشون دادن. یعنی اینجا مسئله اینه که به اصطلاح یه شکاف جدیدی باز شد، یعنی اینکه بین مردم و بین حاکمیت اون دو قطبی که وجود داره عمیق‌تر و عمیق‌تر شد. خود شادی مردم این مسئله رو عنوان کرد. اگه توجه بکنید در رابطه با همین به اصطلاح کفن و دفن رئیسی خودشون اعتراف کردن که حتی بسیجی هاشون جرأت رفتن نداشتن و گفتن ما میترسیم که شناسایی بشیم و مزدور استخدام کردن برای بردن. یعنی این نشون داد که مردم باز از این فرصت برای ایزوله کردن رژیم حد اکثر استفاده رو کردن. چرایی سقوط هلیکوپتر رئیسی همطور که به درستی خودتون رو اشاره کردید تا کنون اطلاعات لازم و دقیق داده نشده و شاید هم هیچ وقت هم اینا تو این فاصله ها اطلاعات دقیقی ندن. بررسی هایی که میکنن بررسی های خودخواسته است و میخوان بگم که هیچی نبود و اتفاق بسیار بسیار ساده بود. اینکه آیا توطئه داخله یا توطئه خارج، بله حتی توطئه خارج هم باشه به نظر من یک مبنای داخلی داره در رابطه با سیاست هاشون. در هر دو حالت مردم وضعیت خودشون رو در رابطه با این مسئله روشن کردن. رئیسی یه سوال اینجاست، آیا یه مهره سوخته بود که رژیم اینو حذف کرد؟ کسی بود که در سطح بین المللی مجرم شناخته شده بود به عنوان آیت الله قاتل، نمیتونست به هر کجا سفر بکنه. خانواده دادخواهان پیگیرش بودن در هر کجای جهان که میرفت ولش نمی کردن. آیا از این زاویه بود؟ آیا اختلافات درون خودشون در رابطه با جانشینی خامنه ای بود؟ اینا سوالات بسیاری هست و اینکه سوالاتی که هست حالا در درون خودشون هم داره الان مطرح میشه و خود این باعث میشه که به نظر من تضاده درون خود رژیم هم گسترش پیدا بکنه در این رابطه. به صورت هر چی باشه جدا از جنگ باندهای مافیایی در اون حاکمیت نیست، ولی خب رژیم مجبوره که انتخاباتی صورت بده یا حداقل جست انتخابات انجام بده. رژیم در انتخابات از 96 تا به امروز همواره ایزوله و ایزولتر شده. شرکت مردم پایین و پایینتر اومده. آخر انتخابات مجلس ما دیدیم در خود تهران حد اکثر 3% خودشون دارن اقرار میکنن از مردم تو انتخابات شرکت کردن. پاسخ مردم کاملا در این رابطه روشنه. مردم گذر کردن از مجموعه وضعیتی که ممکن بود اصلاح طلبا داشته باشن یا دیگرون داشتن یا دوره های توهماتی در این رابطه بود که ممکنه بشه تغییری ایجاد کرد. مردم از این زاویه گذشتن. خود انتخابات رئیسی خودش نمونه بسیار برجسته بود. آیا در این فاصله کوتاهی که اینو میخوان انتخاب کنه آیا رژیم ظرفیت اینو داره که بازی برای گرم کردن تنور انتخابات شرط میکنم که بازی جدیدی را بندازه؟ آیا در این بازی جدید سعی میکنه که مثلا تیپای اصلاح طلب یا اعتدالگرا یا غیر از اون در کنار اصولگرایان قرار بده و یه فضایی ایجاد کنه به قول خودشون بخوان گرم کنن تنور انتخاباتو؟ و اگر این کارو بکنه آیا ظرفیت به هر حال مباحثات بین کاندیداها، مناظره بین کاندیداها ظرفیتشو داره که تن بده؟ یعنی الان در وضعیتی هست که این کارو بکنه یا نه؟ به هر حال الان قطعا نشستن باندهای به اصطلاح پشت پرده سر این مسئله بحث و بررسی میکنن و قطعا اون کسی که باید رئیس جمهور بشه پشت پرده انتخاب میکنن، انتخاب کردن، شاید الان روش متمرکز دارن میشن. ولی خب برای بازی ممکنه خب یه سری کارهایی هم این بروبر انجام بدن و بلاغیر.
آنچه که بخوان کسی باید باشه که به قول معروف با بیت رهبری یک پارچه و هم بسته باشه، هم بسته تر از همه اینا باشه، انتخاب خواهند کرد. یعنی انتخاب چه ارز کنه؟ منصوب خواهند کرد. رأی مردم در انتخابات جمهوری اسلامی هیچ وقت ارزش نداشته. ما همواره دیدیم انتخابات جمهوری اسلامی چه مسائلی همراه داشته، الان هم همون وضعیت داره. یعنی وضعیت به اصطلاح جدا از انتخابات قبلی نیست. بنابراین در این حد اکثر تا 50 روز بعد، الان 11 روز از این ماجرا گذشته، 12 روز از این ماجرا گذشته، حدود 38 روز برشون باقی مونده. تو این 38 روز به هر حال دست به سرگرمی های خواهند زد. یکی از نتایج منحوس به قول معروف مرگ خود رئیسی همین مسئله است که چندین روز مردم رو سعی کردن که سرگرم بکنن، فضا را سعی کردن به مرحله چیز بکنن که عزاداری بشه، و بعدش هم حدود 45 روز هم برای انتخابات فضا سعی میکنن که فضای سیاسی جامعه را به عقب برونن. این یکی از نتایجه. ولی آیا تونستن؟ آنچه که صحنه اجتماعی داره نشون میده جواب منفی است. تو همین مدت اخیر باز هم ما تظاهرات کارگری داشتیم، اعتصابات داشتیم، حرکت زنان داشتیم، ولی خب بحثی که الان بین خودشون هست، مسئله چرایی سقوط که عرض کردم، خود این چرایی سقوط خودشون در درون خودشون بیشک مسئله آفرین هست، و این مسئله آفرینی شکاف در بالا رو به قول عمیق‌تر میکنه. در این رابطه است که اپوزیسیون چپ به انقلاب باید حداکثر هوشیاری خودش رو داشته باشه. به هر حال آن چیزی که مهمه برای مردم، شما ببخشید، شما به یک چیزی از در واقع هوشیاری نیروی چپ و ترقی خواه گفتید توی شرایط. واقعشه که مرگ در واقع یا قتل رئیسی یه شوکی ایجاد کرد، یک باره یک فضای حفره ایجاد کرد در میان دستگاه حکومتی. سرمایه زیادی روی آوردن رئیسی انجام شد. شما اگه نگاه کنید، ایشون رو از معاون دادستانی تهران خامنه ای آورد، کردش رئیس بازرسی کشور، آوردش توی دستگاه قضایی، شد معاون شاهرودی، بعد شد رئیس دستگاه قضایی، رئیس، بردنش توی توریت آستان قدس، شد مسئول توریت آستان قدس، و مدام سرمایه عظیم، اعتماد بزرگی خامنه ای و بیتش به او داشت، و به عنوان یک واقعا گماشته بیت رهبری نمیخواست هیچ موقع دل آقا رو آزرده کنه. از او برم خب یک تیم قوی پدرزن و اینهایی داره که در مشهد تمام امپراتوری امام رضا رو در اختیار دارن، و یک عده از در واقع نه فقط حجتی ها و جریانات در واقع روحانیت، بلکه دستگاه سپاه و اینا به اون ارادت خاصی داشتن به واسطه همین ارادت و اطاعت کامل او از ولی فقیه. یک باره این آدم حذف شده، و خود جامعه، جامعه‌ای که از همون اول امسال بعد از اون همه حرکت های اعتراضی در سال دو سال گذشته باز شروع کرده به اعتراضات کارگری، اعتراضات بازنشستگان ادامه داره، 18 هفته اعتراض علیه در روزهای سه‌شنبه تاریک سیاه دارن علیه اعدام هست توی کشور، و اعتراضاتی که میاد رسولوف میاد بیرون و میگه اصلا ملت ایران به گروگان گرفته شده در کهن.
و مدام و مدام دفاع از توماش، دفاع از زندانیان سیاسی به طور گسترده است و بیش از هر چیز نافرمانی بسیار پایدار زنان در سراسر کشور. این نافرمانی گسترده علارغم هزینه های بسیار تو این جبهه ما این قضیه رو میبینیم و این نشون میده که جامعه خودش تسلیم نه فقط نشده، بلکه این حادثه ها هم اون رو از در واقع ادامه حرکت باز نمیداره. تو این شرایط حکومت داره میره به طرف انتخابات ریاست جمهوریش، نمیخواد مثل انتخابات های گذشته ای که او افشاگری های بزرگ در مورد غارتگری ها، دزدی ها، نادانی ها، آیت الله قاتل دونستن ها و به قول معروف کسی که فقط اعدام بلده و اینها بیاد، یک جنرال به اصطلاح امنیتی در لباس روحانی مثلا بیاد این حرفا رو به یک آیت الله قاتل بزنه. و الان که اونا همه حذف شدن، یک کسان دیگری، آدمای درجه دو دیگری رو میخوان بیارن به عنوان ریاست جمهوری، این فرصتی، هر کدوم اینا فرصتی که ملت بیان توی خیابون بگن آقا ما اینا رو، این خواستامونه، خواستامون اینه که زندانیان آزاد بشن، خواستامون اینه که انقدر ارزش پول ملی پایین نره که و سفره های ما سلاخی نشه، دست از سر زن و بچه های مردم بردارید، دست از سر زن و بچه ها و دختران جوان ما بردارید، روشن کنید چه کسانی بمب شیمیایی به این مدارس انداختن، روشن کنید چه کسانی پشت تمام این کشتارها و به قول معروف اذیت و آزارا هستند. و این خلیفه پاسداری که پشت رهبر معظم قایم شده بتونه بیاد بیرون بگه این منم که دارم اینا رو سازمان میدم، منم که رفسنجانی رو مثلا توی استخ خفه میکنم، احمد خمینی رو این گونه توسط وزارت اطلاعات مسموم میکنم، در درون در بیرونم که جلو چشم همه آشکاره چی کار میکنم. این فضا، فضای از و توطئه عهد بوقی در درون دستگاه حکومتی، این نداشتن شخصیت‌های کارسازی که بتونه رهبر بتراشه بعد از خامنه‌ای، مثل رفسنجانی کسی باشه بتونه رهبر بسازه، همه اینا، این حفره‌های بزرگیه که میشه یک باره دید که یک رژیمی داره فرو میباشه. جنبش اجتماعی قوی هست، داریم قوی تر هم خواهد شد، ولی اپوزیسیون همونجوری میگه وظیفه نیروهای ترقیخواه و چپ توی این موقعیتی که حفره ها ایجاد شده، این جنبش ها هست، این خواست ها هست و کشور در حال تلاشی و فروپاشیه، چه هست، چه باید کرد، چگونه خودمون رو باید آماده کنیم برای این قضیه؟ یه نکته اشاره کردی به اختلافات رؤسای جمهور قبلی با دار دسته به اصطلاح ولی فقیه. واقعیت قضیه اینه که هر کدوم از این رؤسای جمهور اومدن در آغاز یک پارچه بودن با خود شما احمدی نژاد رو در نظر بگیر و خیلی هاشون، همه شون، هر کدوم اومدن جز رفسنجانی که خودش یک قدر قدرتی بود در مقابل اونا، بقیه شون همه تابع ولی فقیه بودن و بدون اجازه اون آب نمیخوردن. ولی پس از مدتی به هر حال در درون سیاست وقتی در جای قرار میان، درسته که قدرت اصلی در دست ولی فقیه، تصمیم گیر اصلی اونا هستن، ولی وقتی که میان در رأس به اصطلاح جریان اداری قرار میگیرن، تمام امکانات یک دولت در اختیار تحت عنوان رئیس جمهور در اختیار اینا قرار میگیره، به هر صورت اینا هم نظرات دارن یا نظرات پیدا میکنن یا میخوان مسائل آنطوری که میخوان حل بکنن و در تضاد قرار میگیرن با اونا. بعد دیدیم دیگه بسیاری از اینا اینطوری بودن دیگه، رئیسی هم جدا از اینا نیست. مسئله درسته که رئیسی از همون روز اول که اومد یک پارچه بود با ولی فقیه و اصلا آوردنش که یک پارچه بشه حاکمیت، یک دست بشه حاکمیت، به این خاطر اصلا رئیسی رو آوردن، همه رو پس دادن و اون انتخابات اونچنانی ایجاد کردن که نزدیکترین کسان خودشون رو به اصطلاح صلاحیتشون رو رد کردن و به این صورت خواستن یک دست و یک پارچه بشن.
اما در این پروسه رئیس یونان برای خودشون یه ادعاهایی دارن. با توجه به نکاتی دقیقا اشاره کردی، مافیای بزرگ حاکم در مشهد، قدرت اصلی مالی و در واقع یکی از قدرت‌های اصلی و بزرگ مالی در دست اینا بود، در خانواده اینا بود. اینا در خود رئیسی در نبود یک نفر دیگه که بخواد مثلا جانشین خامنه ای باشه، کسی که به قول خود اونا تو چارچوب اونا، تو زمینه اونا قدرت به اصطلاح چیز داشته باشه، مثل همین رفسنجانی ها، مثل کسانی که اصلا تصفیه کرد رژیم، همه یکی رو اشاره کردی، از احمد خمینی و رفسنجانی و امثال هم، و کسی نیست. بنابراین این ادعا را میتونست داشته باشه و خود این ادعا چیزی کمی نیست که اختلاف ایجاد بکنه بین اون و بین به اصطلاح بیت خامنه ای، به اصطلاح بیت، حالا کاخش، هر چی اسمش بذاریم، اومدن اسمش گذاشتن بیت به خاطر که خودشون رو بخوان چیز نشون بدن. و هر توی کاخ خامنه ای ادعاهایی هست، مشتبه خامنه ای ادعایی داره، در چه این هم که ادعا داشته باشن در مقابل رو در روی هم قرار میگیرن. و ما بارها دیدیم در چنین شرایطی زمینه رو در ائتلافات و همکاری با نیروهای خارجی همواره بود، این به اصطلاح اونه که در قدرت قرار دارن سعی میکنن که حمایت خارجی رو به نوعی به دست بیارن که بتونن یه گام به جلو برن. آن چیزی که حالا شایع است یا واقعیت اینه که رئیسی و اینا هم چنین بودن. خب توی همچه وضعیتی حتی سر مسئله حمله به اسرائیل اینا میگن درگیر بودن با هم، اون یکی میگفت اونطوری عمل کنیم، یکی میگفت اونطوری عمل بکنیم، سر خیلی مسائل در رابطه با پیوند تنگاتنگشون با روسیه. خب اینا اختلاف نظر داشتن تو عرصه های خارجی، خیلی جاها اختلاف نظر داشتن، تو عرصه داخلی خب سرکوب همه با هم متحد بودن، ولی اونجا که منافعشون ایجاب میکنه، منافع خارج رو ایجاب میکنه، این دو نوع سیاست در واقع اینا داشتن به پیش میبردن. و خب اینجاست که این سوال جدیتر مطرح میشه که تصفیه داخلی بود یا تصفیه خارجی. آیا اونطوری که به اصطلاح یونسی وزیر سابق اطلاعات عنوان کرد که اسرائیل آنچنان نفوذی در بین در درون ما داره که باید بالاتر شخصیت های رژیم همواره این وحشت رو داشته باشن که ممکنه ترور بشن یا بلای سرشون در بیاره، آیا اینم از اون نوع بود؟ چون صدها سوال هست در رابطه با این مسئله. از 3 هلیکوپتری که اونجا بود وقتی مطرح میکنن که 2 هلیکوپتر جدید و نو روسی بود و 1 به اصطلاح هلیکوپتر اسقاط آمریکایی قدیمی که از دوره شاه مونده بود، چی شد که این جابجایی ها صورت کرد، چی شد فلان شد، چی شد که مثلا مسئول امنیتی این یعنی همه این سوالات اینجا مطرح هست که چی؟ که باید بالاخره روشن کنن. اگر که از خارج به قول معروف زده باشن که اینا جرات ندارن که اعلام بکنن، نه اون طرف اعلام میکنه که ما زدیم، نه این طرف جرأت میکنه اعلام کنه، به خاطر که اعلام بکنه باید پاسخ بده و توان پاسخگویی هم نداره، بنابراین اعلام نمیکنه. یه احتمال بسیار بسیار زیادی هم داخلیه. چرا میگن که مثلا از 9 که بودن 8 جسد بیشتر مثلا چیز نشده، یکی دیگه کجا رفته، چی شده؟ اینا سوالاتی که خود همین مسئله به درستی اشاره کردی که اختلافات درونشون بالا میبره و این بالا رفتن اختلافات درونشون در این شرایط حساس به نفع همین جنبش های مردمیه که در حال به اصطلاح انجام هست، همین الان توی جامعه ما در حال انجام هست توی این شرایط بحرانی بین المللی. به هر صورت
جنگ اصلی که توی جامعه ما هست نه جنگ بین گرگ ها که در بالا قرار داره، سر همه انتخابات هم بالایی ها یا سر همین سقوط هلیکوپتر هم بالایی ها در حال تکپاره کردن همدیگه هستن قطعا. اما اون چیزی که برای ما مهمه، برای ما پایینی ها مهمه، حرکت به اصطلاح مستقل مردمی است. اینجاست که به اصطلاح یه رژیمی اینجا وجود داره درگیر تو چنگال بحران های پی در پی قرار داره، چه خارجی چه داخلی. عمل کرده رژیم در سالهای گذشته که در واقع رژیم چی اسمش نمیشه بذاره، چون رژیم جنایت و غارت، غارتش اگر نمونه های صدیقی امام جمعه تهران رو در نظر بگیره که یکی از اوناست، جنایتش رو بیا گزارش عفو بین الملل شما نگاه کنید. عفو بین الملل میگه که 75% اعدام های سال گذشته در ایران انجام شده. یعنی چی؟ یعنی از 1153 تا اعدام که رسما اعلام شده، حالا هرچی هم غیر رسمی اینا به جای خود، 853 تا از این اعدامه در ایران بوده و 50% بیشتر از سال قبل. این رژیم، رژیم مرگ و جنایته، رژیم جنایت و غارته. بنابراین مردم ما با این رژیم در جنگ هستن، بالا هر کاری میخوان بکنن، هر برخوردی میخوان بکنن، تکه پاره کنن هم دیگه، به نفع ماست. چیزی که خودشون میگن زهر طرف کشوهت کشته سود اسلام هست، حالا هر چی بزنن به هم دیگه، هر چی هم دیگه را لطفار بکنن به سود مردم ماست که از فرصت ها بتونن حد اکثر استفاده بکنن. مردمی که به قول آمارهای خودشون 24 میلیون زیر خط فقر قرار دارن، مگه احتمال این که نذارن این مردم بعد از مرگ خامنه ای ولی فقیه دیگری بیاد کم نیست؟ این که ممکنه اصلا دوران پس از مرگ خامنه ای نبینن جمهوری اسلامی چی ها کم نیست؟ دختران شجاع ما در بدترین شرایط توی خیابانهای تهران دارن می جنگن و علی رغم تمام قوانینی که اینا گذاشتن باز هم گیسوان افشان رو برباد میدن. اینا در واقع دارن جنگی رو آغاز کردن، جنگ بزرگ علیه حاکمیت، جنگی که به اصطلاح با هویت حاکمیت در تضاد قرار داره. حاکمیت با تمام وجودش میگه که آقا جان حجاب سنگر ماست، زنان و دختران ما میگن ما این سنگر رو فتح کردیم و می جنگیم که این سنگر رو نگه داریم و گسترش بدیم. الان عملا در خیابان ها این مسئله است. از اون طرف جنبش های دیگه، جنبش کارگران، جنبش معلمان، اعتصاباتی که وجود داره، بازنشستگان، مسائل مناطق ملی، همه اینا گویای این مسئله است که علی رغم تمام تمهیداتی که این دستن در کاران رژیم میکنن، بوی یک انقلاب جدیدی است که این انقلاب جدید قطعا دوران پس از خامنه ای را برای اینا نمیذاره. هر آن ممکنه در همین به اصطلاح تغییر و تحول ها موج جدیدی، انقلاب جدیدی از نوع انقلاب مهسا، منتها این بار فراگیرتر با توجه به تمامی تجربه های جنبش انقلابی جینا، فراتر از اون، قویتر از اون اوج بگیره و اجازه نده به این حاکمیت که باز بتونه مستقر بشه پس از خامنه ای. شما به قبل بعد از خامنه ای اصلا صحبت میکنین؟ یعنی خب واقعیت اینه که ما مجلس خبرگانی انتخاب شد، گزینه شد، همه از جناح سنتی و به اصطلاح اصولگران، حتی یک دونه به اصطلاح از اون چیزای اصلاح طلب هم دیگه توش نیست، حتی اون اعتدالیونی هم مثل
روحانی هست کردن، بعد همه هم به پسا خامنه ای نگاه میکنن. از یه بر، از یه بر خب یه کفری به وجود اومده، رئیسی هست شده و باید یک دولت جدیدی ایجاد بشه که انتخابات مجلس تا حد زیادی نشون داد که، و انتخاب قالیباف که حداقل بیت رهبری و خامنه‌ای نمیخوان زیاد تغییرات بزرگی اتفاق بیفته، میخوان روال به اصطلاح استقرار ادامه پیدا کنه. در این حال که او یک بازوی برای کنترل این مجلس که الان اساسا دست به اصطلاح خودشون اصولگرایان افراطیه، در مجلس خبرگانم با انتخاب با جوانگراییشون که کردن، موحدی کرمانی کردن 93 ساله است که تا حد زیادی نقشه طرفداران مصباح رو برای گرفتن اون مجلس در واقع تا حد چیز صد کردن. این در حالی که قبلا پیش می شد خود رئیسی میاد میشه رئیس مجلس و از این داستان. این و خود انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری که به وجود خواهد آمد، انتخابات ریاست جمهوری میخواد توی 8 تیر انجام بشه. دوره نمایش انتخاباتی یه دم از امروز شروع کردن، رفتن اسم میشتم سعید جلیلی و ملکوت جان، یه سری از این به اصطلاح اوباش حکومتی که توی مجالس و مختلف هستن اینا. توی این دوره در این حال بی اعتنا به همه این حرف ها و روند هایی که هست، جنبش اجتماعی داره ادامه پیدا میکنه. ما جنبش بازنشستگان داریم که داره فریادهاش میزنه، کاری نداره که کی رفت که آمد، میخواد جلوگیری بشه از سلاخی سفره ها، میخواد زندگی رو داره در واقع ورق میزنه و میکنه روی اون. زنان رو میبینیم با نافرمانی وسیعشون توی سراسر کشور علی رغم هزینه های وحشتناک و تحمیل های روزمره و باز نافرمانی ها، میبینیم این نافرمانی های بزرگ ادامه داره و زن داره زندگی آزادی رو باز فریاد میکنه. و میبینیم توی بخش های مختلف، خصوصا سه‌شنبه ها رو گفتم، سه‌شنبه ها علی اعتراض علی اعدام ادامه داره، علی به عنوان سه‌شنبه های تاریک. تو این دوره این جنبش های اجتماعی چجوری وقتی این چیزا هست و به قول شما چشمنداز یک تکرار دیگر، یک جنبش وسیع تری رو ما ببینیم؟ همیشه گفتیم که هرچه عمر این حکومت بیشتر میشه، جنبش های اعتراضی، فاصله خیزش ها از هم کمتر میشه و خیزش ها قویتر، محکمتر و قاطعتر علیه کل حکومت بلند میشن و فضا از این برای، یعنی یک فرو ریزی و ریزشی در درون حکومت میبینیم. همه اسباب بر پایه یه سری پیرمردهای عهد عتیق گورستانی است و جامعه جنبشی که میخواد زن زندگی آزادی، زندگی آزادی، برابری، نان رو فریاد میکنه. این حلقه های پیوند جنبش رو چجوری میشه پیدا کرد؟ چه فرصت هایی هست برای در واقع این پیوندها و بتونه یک چیزی شکل بگیره و جنبش ترقی خواه و چپ بتونه واقعا نقش بازی کنه، این دموکراسی، آزادی، برابری این رو برگردانه به جامعه ما و هویت تازه ای ارائه کنه، همون هویتی که مثل زن زندگی آزادی درسی بین المللی پیدا کرد، یه چهره تازه زندگی بخشی رو به جهان ما ارائه کرد. تو این دوره‌ای که تاریکی و جنگ و ویرانی بر همه بسیاری از نقاط جهان هست، چگونه میبینیم این پیوند؟ عرضم حضورتون یکی از مشکلات اساسی جامعه ما و جنبش های اجتماعی ما، ویژه جنبش کارگری من تاکید میکنم روش، اینه که از سالها قبل رژیم با پیاده کردن برنامه های نئولیبرالی خودش انشقاق بزرگی در بین کارگران ایجاد کرده. شرکت نفت امروز با شرکت نفت سالهای قبل کاملا فرق کرده. کارگران شرکت نفت ما توجه بکنید بخش مهمیش تکه به شرکت های واسطه تقسیم شدن و کارگران شرکت های واسطه هستند.
کارگر نیستن که همطور که اشاره کردی کارگران پروژه‌ای یک پارچه در یک شرکت نیستن. کارگران رسمی محدود هستن. یعنی اینا رژیم تلاش کرده که با این شیوه شرکت نفت، مثال میزنم، در تمام به اصطلاح مراکز مهم کارگری ما چنین کردن. بنابراین اگر رژیم تونسته برای پیشبرد برنامه خودش یه همچون وضعیتی به وجود بیاره که جنبش کارگری ما نتونه یک دست و یک پارچه حرکت بکنه، درست نقطه مقابل این وظیفه به اصطلاح نیروهای چپ و مترقی، نیروهای به اصطلاح که در درون جامعه در حال حرکت هستن، اینه که از این سد بگذره. و این هم هیچ راهی نیست جز نهادسازی، تشکل سازی، ایجاد تشکل‌های گوناگون، نهادهای گوناگون اجتماعی و پیوند اینا در ارتباط با هم هست که میتونه اون سیاست‌هایی که تاکنون رژیم داشته که نتونه جنبش کارگری ما یک پارچه حرکت بکنه از این سد بگذره. باید از این سد گذشت. برای گذشتن از این سد همطور که عرض کردم نهادسازی و سپس با پیوند به اصطلاح تشکل‌های گوناگون، حالا هر شکلی که ببینید در یک شرایط اجتماعی نمیشه گفت که حتما این شیوه یا اون شیوه سازماندهی صورت میگیره. مهم اینه که بتونن نیروهای کارگری این منطقه یا اون منطقه یا این بخش یا اون بخش با هم حرکت کنن، با هم یه نهادی رو برقرار بکنن. ممکنه در یک جا به یک صورت، در جای دیگه به صورت دیگری باشه. یه جا سندیکا باشه، یه جا شورا باشه، یه جا مجمع باشه. ولی ضرورت عبور از این وضعیت هیچ چیزی جز سازماندهی نیست. باید به اصطلاح نهادسازی و سازماندهی در دستور نیروهای چپ و مترقی ما و رهبران جنبش اجتماعی در داخل باید باشه. جنبش زنان قطعا الان تک تک اینه که تو خیابونا هستن، خودشون هر کدوم لیاقت به قول معروف که سازماندهی اساسی دارن، باز هم باید فراتر از این بتونن با ایجاد محافلای گوناگون که خوشبختانه تجربه جامعه ما این هست که از ابتدایی ترین تا بالاترینش تونستن و میتونن به اصطلاح انجام بدن و باید این کارو بکنن. برای تداوم کار جز این راه دیگری وجود نداره. همطور که عرض کردیم رژیم در چنگال بحران‌های داخلی و خارجی گیر کرده. شما نگاه کن همین الان در رابطه با مسئله انرژی اتمی، مسئله آژانس، کشورهای اروپایی قاطعانه طرفدار این هستن که بتونن یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی، این مالیات داره برای جمهوری اسلامی. تو همچون وضعیتی، وضعیت خارج که خب میدونید تو خاورمیانه قبلا صحبت کردیم، دیگه واردش نمیشیم، و وضعیت داخل هم که عرض کردم خدمتتون، تو هم چیزی ما باید حد اکثر استفاده رو مردم بکنن و این هم هیچ راهی نداره جز که از پراکندگی نجات پیدا بکنیم. برای عبور از این مسئله همینطور که عرض کردم و برای به اصطلاح این دو قطبی که وجود اومده، قطب مردمی برای یک پارچه شدنش، برای حرکت هم بس نگاه کنید همین چیزی که عرض کردم، ما در جنبش جینایی ضعف اساسی داشتیم، جوانا تو خیابونا بودن، ولی جنبش کارگری، جنبش اجتماعی دیگه نتونستن با این جنبش جینایی، جنبش جوانان همراه بشن و این ضعف بزرگ جنبش جینا بود و رژیم از این موقعیت استفاده کرد و تونست موقتا جلوی به اصطلاح حرکت مردمی رو بگیره با اعدام ها و با کشتارهایی که پی در پی که انجام داد. بنابراین این بار
هوشیارانه باید حرکت بکنیم و به قول معروف خیزش جدید یک پارچه و یک پارچه تر از قبل. درود بر شما رفیق ابراهیم آوخ عزیز و شما بینندگان عزیز برنامه گفتگوی سیاسی هفته که به این برنامه توجه کردید. براتون شادی و سلامتی و پیروزی آرزو. سپاس.